سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف بین المللی علیه دولت اسلامی میگویند از نتایج اولیه حمله های هوایی علیه مواضع این گروه تروریستی خوشنودند. به نظر میرسد که این گروه از حمله هوایی ایران استفاده تبلیغاتی می کند. از ماه او تا به حال آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف بین المللی علیه دولت اسلامی دست به حمله به مواضع این شبه نظامیان تروریست زدند. این ائتلاف بین المللی همچنین از واحدهای رزمنده زمینی که با اسلامگرایان گرایان می جنگند، حمایت میکند. اینک برای نخستین بار وزرای امور خارجه شست کشور عضو ائتلاف بین المللی علیه دولت اسلامی با هم در بروکسل دیدار کرده و به جمبندی مثبتی رسیدند. در بیانیه مشترکی که آنان چهارشنبه دوازدهم آذر ماه منتشر کردند آمده است پیشروی شبه نظامیان دولت اسلامی در عراق و سوریه متوقف شده است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست بروکسل گفت نیروهای ائتلافی حدود یک هزار حمله هوایی علیه مواضع دولت اسلامی انجام دادند و توانستند رهبری و توانایی‌های این گروه را تضعیف کنند وی افزود در حالی که نیروهای عراقی و کرد در برابر شبه نظامیان دولت اسلامی مقاومت می کنند، گروه های سنی نیز در مبارزه علیه این شبه نظامیان همکاری دارند. آقای کری تاکید کرده جنگ علیه این گروه افراطی ممکن است سالها طول بکشد. جانکری اشاره به حمله های هوایی ایران علیه مواضع دولت اسلامی نکرد اما روز سهشنبه یازدهم آذر ماه سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود ایران در روزهای گذشته با جنگنده های خود به مواضع دولت اسلامی در عراق حمله کرده است اشپیگل آنلاین مینویسد حمله‌های حمله های هوایی ایران به شهرهای سنی نشین عراق موجب تقویت ایدئولوژی دولت اسلامی در این مورد می شود که گویا جنگ کنونی جنگ میان شیعه و سنی است این رسانه آلمانی پیش بینی می کند که حمله های هوایی ایران ممکن است موجب شود ادهی باز به عنوان طرفدار به صف دولت اسلامی بپیوندند. به گزارش اشپیگل آنلاین، گروه تروریستی دولت اسلامی از حمله های هوایی ایران در تبلیغات خود بهره برداری می کند. در ویدیویی که این گروه در اینترنت منتشر کرده، با لحن توهین‌آمیزی گفته می شود شیعیان به دشمنان اسلام سواری می دهند. در این ویدیو همچنین گفته می شود که سنی ها باید با اعتلاف صلیبیون و کافران مقابله کنند. این در حالی است که پنتاگون پیش از این اعلام کرده است حمله های هوایی ایران علیه مواضع دولت اسلامی با نیروهای نظامی اعتلاف به رهبری آمریکا هماهنگ نشده بوده است. اشپیل آنلاین می نویسد بنابراین چنین اعتلافی که اسلامگرایان افراطی از آن سخن می گویند وجود ندارد. اگرچه جت‌های جنگنده آمریکایی و ایرانی مواضع دولت اسلامی را بمباران کردند اما هم دولت جمهوری اسلامی و هم دولت آمریکا میگویند هیچ گونه همکاری و هماهنگی در این حمله ها وجود نداشته است روز چهارشنبه رئیس جمهوری سوریه بشار اسد نیز با تصویر خوشبینانه‌ای که جانکری در نشست بروکسل به دست داد مخالفت کرد او گفت بیشتر حمله های نیروهای ائتلافی بی بوده است بشار اسد در مصاحبه با یک مجله فرانسوی گفت نمیتوان تروریسم را با حمله هوایی متوقف کرد بقیده بشار اسد برای مبارزه با تروریسم باید همزمان نیروهای زمینی نیز وارد عمل شوند احتمال دارد که نیروهای ناتو پیمان آتلانتیک شمالی نیز در جنگ علیه دولت اسلامی شرکت کنند دولت عراق مایل است که ناتو در آموزش نیروهای نظامی به این کشور یاری برساند هنوز روشن نیست که آموزش این نیروها باید در عراق یا در خارج از این کشور انجام گیرد. همچنین دولت آلمان در صدد است بر حمایت خود از نیروهای رزمنده علیه اسلامگرایان افراطی دولت اسلامی بیافزاید. فرانک والتر مایر وزیر امور خارجه آلمان گفت در حال حاضر دولت آلمان در حال بررسی است که چگونه میتواند با آموزش نیروهای پیشمرگه کرد در شمال عراق از آنان پشتیبانی کند. او افزوده احتمال دارد آلمان با کشورهای دیگر اروپایی در این امر همکاری کند به گفته اشتان مایر آلمان در این مورد تا پیش از کریسمس تصمیم خواهد گرفت مصطفی پور محمدی میگوید چون تصمیم درباره حصر خارج از حوزه اختیار دولت است دولت در آن دخالتی نمی کند. این در حالی است که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد اخیرا ادعا کرده دادستان برای حصر رهنورد موسوی و کروبی تشکیل پرونده داده و دستور قضایی صادر کرده است هرچند مسئولان قضایی هیچگاه چنین ادعایی را تایید نکرده و درباره توجیه قانونی بازداشت خانگی سران جنبش سبز نیز سکوت کردند پیش از این برخی نزدیکان دولت گفته بودند رئیس جمهوری قصد ندارد تا قبل از حل کامل مسئله حسی و مشکلات اقتصادی به سمت حل مسائل سیاست داخلی برود بیشتر آقای محمدی گفته بود پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی تحت بررسی است حال مشخص نیست که چرا وزیر دادگستری هست را خارج از اختیارات دولت میداند مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر دربند در نامهای به حسن روحانی از وی خواست تا در مقابل اعمال غیرقانونی دادستانی تهران به عنوان رئیس جمهور و پاسدار قانون اساسی بیستد. مایده سلطانی این نامه را در پی جلوگیری از ازام پدرش برای درمان به رغم وضعیت نامساعد قلبی در زندان نوشته است. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری است که به اتهامات تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ توسط قاضی پیر عباس به 18 سال حبس و تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد حکمی که بعد از تجدید نظر به 13 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت تقلیل یافت. صادق خرازی دبیر کل حزب تازه تاسیس ندای ایرانیان گفت اصلاح طلبی یک فکر و منش است نه حزب سیاسی که برخی آن را انحصاری خود بدانند آقای خرازی با کنش تند چهره اصلاح طلب نسبت به حزب ندا را احساسی و بدون فکر خوانده و گفته است تشکل سیاسی ندا تازه شکل گرفته و به نظر می رسد این نظرها و مخالفت ها عجولانه باشد صادق خرازی همچنین گفته است برخی میگویند اینکه اکثر شورای مرکزی ندا از فعالان رسانه ای اصلاح طلبند به این خاطر است که فضای رسانه ای برای حضور در انتخابات دوازدهم آماده شود به قول آمریکایی ها هیچ چیز غیر ممکن نیست و همه چیز محتمل است بنابراین احتمال دارد که من هم برای انتخابات 96 بیایم عبدالواحد موسوی لوری وزیر اسبق کشور در سخنانی در همایش احزاب گفت متاسفانه در جامعه ما برخی مسائل اصلی فرعی شدند و مسائل فرعی به مسائل اصلی مبدل شدند و با اشاره به پرونده های فساد مالی 3000 میلیاردی و 7000 میلیاردی و اختلاس افرادی مانند بابک زنجانی قطع به مسئولان گفت چرا از مفاسد 8 سال گذشته صحبت نمی کنند؟ آیا شما نمی اگر شما نگویید مردم از انواع و اقسام رسانه های دیگر خواهند شنید پس چرا شفاف سازی نمی کنید؟ جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین کشورهاست و روز گذشته سازمان شفافیت بین الملل شاخص درک فساد سال 2014 را منتشر کرد و جمهوری اسلامی ایران در این فهرست از میان 175 کشور در جایگاه 136 قرار گرفت. اما دانمارک در رأس و سومالی و کره شمالی در ته جدولی هستند که شفافیت بین الملل برای نشان دادن میزان فساد بخش دولتی در کشورهای جهان منتشر کرده است. همانطور که به آگاهی شما رسید جمهوری اسلامی ایران با وجود بهبود رتبه خود در این جدول هنوز از فاسدترین کشورها به شمار می رود. سازمان شفافیت بین در آخرین گزارش خود میزان فساد و رشوه در 174 کشور جهان را منتشر کرده است. شاخص فساد با توجه به رفتار و کردار کارمندان دولتی و سوء استفاده سیاستمداران از موقعیت خود در کشورهای مختلف اندازه گیری می شود. طبق تحقیقی که شفافیت بین انجام داده است، فساد در بخش دولتی بیش از همه در کشورهای در حال رشد افزایش یافته است. جدول شاخص فساد این سازمان نشانگر آن است که به خصوص در ترکیه و نیز گروه کشورهای تازه صنعتی شده چون برزیل، روسیه، هند و چین وضعیت وخیمتر شده است. ایران در سال 2013 در ردیف 145 جدول شفافیت بین الملل بود و در سال 2014 به مقام 136 صعود کرده است. مقام 136 جدول فساد تنها مختص ایران نیست بلکه کشورهای روسیه، کامرون، قرقیزستان، لبنان و نیجریه نیز با کسب 27 امتیاز در همین جایگاه قرار گرفتند. با توجه به این مقام هنوز نیز ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهان به شمار می رود. با توجه به پرونده های فساد مالی که در ماه های اخیر مطرح شده است، این جایگاه ایران در جدول شاخص فساد تعجب انگیز نیست. دیدبان بین المللی مالی نیست در آخرین نشست خود در ماه اکتبر 2014 ایران و کره شمالی را به تداوم پولشویی و تأمین منابع مالی گروه های تروریستی متهم کرد. این سازمان همزمان به کشورهای جهان هشدار داد که در معاملات مالی با ایران و کره شمالی نهایت دقت و احتیاط را به کار برند. طبق تحقیق شفافیت بینون ملل بزرگترین سقوط در جدول امسال را ترکیه تجربه کرده که به 45 امتیاز دست یافته یعنی 5 امتیاز نسبت به سال پیش از دست داده است. با این حساب این کشور در جدول شاخص فساد سال 2014 در مقام 64 قرار گرفته در حالی که سال پیش در مقام 53 بود. یعنی ترکیه نه پله سقوط کرده است. به گفته شفافیت بین الملل سقوط ترکیه در این جدول به اوضاع سیاسی ترکیه نیز برمیگردد. این سازمان در گزارش خود اشاره می کند که پس از اعتراضات سال گذشته علیه دولت ترکیه محدودیت هایی در عرصه های آزادی بیان در این کشور به وجود آمد و نیز خبرنگاران آن تحت پیگرد قرار گرفتند و بازداشت شدند. شفافیت بین الملل از مراکز مالی بین المللی نیز انتقاد می کند. به گفته این سازمان، بانک های چند ملیتی و مراکز مالی بین المللی اغلب در کشورهایی واقع شدند که در آنها میزان فساد کمتر است مثل آلمان، بریتانیا یا آمریکا. اما این مراکز و بانک ها می توانند نقش مهمی در رشد یا عدم رشد فساد در کشورهای در حال صنعتی شدن ایفا کنند. برای نمونه برخی افراد می توانند با کمک این مؤسسات مالی سرمایه های چند میلیونی را کنار بگذارند یا دست به پولشویی بزنند. به گفته شفافیت بین الملل رشوه و پولی که مالیات آن پرداخت نشده به مؤسسات مالی بین المللی در فرانکفورت، لندن و نیویورک هم رسیده است. این سازمان می گوید در این مؤسسات نیز باید مبارزه با فساد تشدید شود. به گزارش شفافیت بین الملل، میزان فساد در کشورهای به لحاظ سیاسی بی از همه بیشتر و در کشورهایی که دارای آزادی مطبوعات، جریان مالی شفاف و مکانیسم های زمانت و تعهد هستند از همه کمتر است. بدین ترتیب در رأس جدول شاخص فساد شفافیت بین الملل، تغییرات کمی نسبت به گذشته به چشم می‌خورد. مانند سال پیش دانمارک با 92 امتیاز در رأس جدول قرار گرفته یعنی پاکترین کشور جهان است پس از دانمارک، نیوزیلند، فنلاند و سوئد قرار گرفتند همچنین نروژ، سوئیس، سنگاپور، هلند، لوکزامبورگ، کانادا و استرالیا هر کدام با دست کم 80 امتیاز در پله های بالای جدول قرار دارند آلمان دارای 79 امتیاز و همچون سال گذشته در مقام دوازدهم است. شفافیت بینالملل بهخصوص به خصوص دانمارک را می ستاید. دولت دانمارک تصمیم دارد فهرست همه شرکت هایی را تهیه کند که در این کشور فعالیت دارند. در این فهرست مشخص خواهد شد که چه کسی واقعا یک شرکت را کنترل می کند یا از آن استفاده می برد. شفافیت بین‌الملل از آمریکا و اتحادیه اروپا دعوت کند که دانمارک را سرمشق خود قرار دهند. در انتهای جدول شفافیت بین‌الملل، سومالی و کره شمالی قرار گرفتند. سودان، افغانستان، سودان جنوبی و عراق پیش از آنها هستند. یک روز پس از آنکه مقامات لبنان گفتند همسر و پسر ابوبکر بغدادی رهبر خود گروه خودخوانده دولت اسلامی را در این کشور بازداشت کردند نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان تاکید کرد فرد دستگیر شده که سجاد دلیمی نام دارد زن مطلقه البغدادی است وزیر کشور لبنان تصریح کرده است خانم دلیمی با گروه های تکفیری وابسته به داعش در لبنان در ارتباط نزدیک بوده و ما می از اطلاعاتی که در اختیار دارد استفاده کنیم به گفته خانم دلیمی بعد از اینکه از زندان سوریه آزاد شد به لبنان آمده است بارا که با ما میگوید فکر نمی کند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روشش را تا زمانی که تاثیر تحریم ها به مرحله خطرناکی برسد تغییر دهد رئیس جمهوری آمریکا گفته اقدامات پوتین کشورهای همسایه روسیه را ترسانده و باعث شده روسیه در صحنه بین المللی کاملا منزوی شود با این همه آقای اوباما گفته بخش چالش برانگیز این است که اقدامات پوتین مانند زمیمه کردن شبه جزیره کریمه از نظر سیاسی در روسیه محبوب است در همین راستا یک مقام روسی در امور دموکراسی و حقوق بشر غرب را به اعمال معیارهای دوگانه در عرصه رسانه در سطح بین المللی متهم کرد و نمونه بارز این رفتار رسانه ای را مسائل اوکراین دانست به دنبال انفجار در منطقه دیپلماتیک الهده که, منفج... که منجر به وارد آمدن خساراتی به اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در صنعا شد کاردار یمن در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد در همین راستا شاخه گروه القاعده در یمن ادعا کرد که بمبگذاری روز دوازدهم آذر در اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در صنعا کار این گروه بوده است در این حادثه دو سرباز و یک شهروند یمنی جان خود را از دست دادند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده این انفجار هیچ آسیبی به دیپلمات‌های ایرانی نرسانده است. به گفته رسانه های ایران حسین نیکنام به تازگی به این سمت منصوب شده است و هفته پیش استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه یمن کرد. شاخه القاعده یمن که بمبگذاری های متعددی را در پایتخت انجام داده از زمان تصرف صنعا توسط شورشیان حوسی در ماه سپتامبر حملات خود را تشدید کرده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته اقتدار دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی باعث استحکام دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای شده و امنیت کنونی نظام دستاورد مذاکرات هسته‌ای یک سال اخیر نیست. آقای جعفری این مطلب را در واکنش به این گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که امنیت ایران پس از آغاز دور جدید مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک بیشتر شده بیان کرده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گفتای محمد جواد ظریف انتقاد کرده و هشدار داده مسئولان سیاست خارجی دچار اشتباه محاسباتی نشوند آقای جعفری در جلسه هیئت عالی سیاستگذاری نیروهای مسلح گفته استحکام دیپلماسی ما در مذاکرات هسته‌ای مدیون الهام انقلاب اسلامی و اقتدار دفاعی و امنیتی نظام مردمی ماست نه آنکه امنیت نظام اسلامی من دستاورد مذاکرات یک ساله اخیر باشد. وزیر امور خارجه ایران روز سهشنبه درباره مذاکرات اتمی یک ساله گفته بود من ادعا می کنم که به دنبال این مذاکرات جمهوری اسلامی ایران امتر شده است. هیچ کس دیگر نمیتواند علیه مردم ما بر تبل جنگ بکوبد و تمام فضاسازی های خسمان علیه ایران فرو ریخته است. فرمانده سپاه در واکنش به اظهارات آقای ظریف گفته ما از سالها قبل به یک قدرت بزرگ بازدارندگی اطمینان بخش رسیده ایم و همه معلفه های قدرت ما امروز به طور چشمگیری تقویت شده است. آقای جعفری افسوده توانمندی‌های های آمریکا بیش از این قابل توسعه نیست و ظرفیت های آنها برای تغییر به حد اشباع رسیده است. برای جز پذیرش قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا باقی نمانده است. فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفته است مسئولان سیاست خارجی دچار اشتباه محاسباتی نشوند و دستاوردهای انقلاب اسلامی و خون هزاران شهید را همان گونه که هست و واقعیت دارد برداشت کرده و بر اساس آن راه مقاومت و ایستادگی را دنبال کنند. از زمان انتشار گزارشی منتصب به دولت درباره خانه های امن سپاه پاسداران انتقاد و حملات فرماندهان سپاه به دولت و اعضای آن اثر گرفته شده است. در پی ارائه این گزارش به علی خامنه ای و دستور وی درباره توقف حملات سازمان یافته سپاه به دولت و رسانه ها فرماندهان این نهاد نظامی مدتها شدت فشارهای خود علیه دولت را کاهش داده بودند. در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تکذیب تغییر در مفاد توافق ژنو و تفاهمات قبلی گفت هنوز زمان و مکان دور بعدی مذاکرات اتمی ایران با کشورهای گروه پنج به علاوه یک مشخص نیست اما طبق توافق در دسامبر یک دور مذاکره برگزار خواهد شد مرزی افخم افسوده هر گونه فعالیتی که در زمینه ذخایر غنی شده و اکسید شده و تبدیل آنها به مینه سوخته است دقیقا منطبق با فعالیت ها و نیازهای برنامه های تحقیقاتی کشور است خبرگزاری رویترز روز دهم ده آذر به نقل از یک منبع دیپلماتیک خبر داده بود بر مبنای تمدید هفت ماهی مذاکرات هسته ایران با گروه پنج به علاوه یک که در سوم آذر امسال به دست آمد جمهوری اسلامی قبول کرده که هر ماه 5 کیلوگرم دیگر از ذخایر اکسید اورانیوم خود را به سوخت هسته‌ای تبدیل کند. رویترز همچنین به نقل از یک مقام رسمی آمریکا که در ماه ژوئیه درباره این مسئله سخن گفته بود گزارش داده یک بار تبدیل اکسید به صفحات سوخت برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران کار جمهوری اسلامی را برای استفاده مجدد از آن در تولید سلاح هسته‌ای واقعا دشوارتر و زمانبرتر می کند. در همین راستا عباس عراقچی هم گفته اکنون مسیر دستیابی به تفاهم در مذاکرات هسته‌ای تا حد زیادی هموار شده است. جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توافق شش ماهه ژنو که سوم آذر ماه سال 92 به دست آمد پذیرفت که ذخایر اورانیوم 20 درصد غنی شده خود را یا رقیق کرده یا به میله سوخت تبدیل کند به دنبال تمدید این توافق برای چهار ماه دیگر در تیر ماه امسال ایران پذیرفت که 25 کیلوگرم دیگر از اکسید اورانیوم بیشتر غنی شده خود را به سوخت هسته ای تبدیل کند این میزان یک چهارم از ذخایر کلی اکسید اورانیوم ایران بود. صادق امولی لاریجانی رئیس قوه قضایی که اخیرا حکم پنج سالی دوم را از علی خامنه ای برای ریاست بر این قوه گرفته گفته است هنگام صدور این حکم رهبری از وی خواسته در قوه قضایی تحول ایجاد کند. آقای لاریجانی به موضوع زندان زدایی اشاره کرد و گفت وقتی در نگاه قضات تحول ایجاد شود، آنگاه قاضی به هر دلیلی فرد را زندانی نمی کند بلکه تلاش می کند تا با استفاده از قوانین برای فرد حکم دیگری صادر کند. چرا که موضوع زندان و حبس موضوعی است که تاثیرات گسترده‌ای در نظامات اجتماعی به همراه دارد. آقای لاریجانی همچنین از فشار رسانه ها گفت و تصریح کرد رسانه های غربی برخی از احکام و اقدامات دستگاه قضایی را مورد حجمی قرار می و به دستگاه قضایی فشار می آورن. اما دستگاه قضایی در مقابل این فشارها تسلیم نخواهد شد و با انتقاد از برخی مسئولان قضایی نیز گفت گاهی برخی از دادستان های ما حرفی می که موجب وحن دستگاه قضایی است. اعضای مجلس نهم شورای اسلامی تخصیص یک درصد از اعتبارات استانها را برای احداث پایگاه های بسیج تصویب کردند بر اساس ماده الحاقی 43 اصلاح شده طرح مذکور شورای برنامه ریزی و توسعه استان یک درصد از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه استان را به منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه های حوزه مقاومت بسیج اختصاص میدهد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اعلام تصمیم دولت برای واگذاری بخشهایی از آموزش به مردم گفت بر اساس لایحه جدید دولت اداره مدارس به مردم واگذار می شود و دولت فقط سرانه تحصیلی دانش آموزان را پرداخت خواهد کرد. آقای روحانی تهیه این لایحه را در راستای تصمیم دولت برای واگذاری وظایف خود به مردم خواند است. محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران گفته امام حسین به تدبیر نخبگان سیاسی و دینی بی کرد تا تبدیل به رهبر آزادگان جهان شود و افسوده امام حسین در تقابل میان خدا و نخبگان تدبیر سخت الهی را برگزید. موحدی کرمانی این اقدام امام حسین را درسی به تاریخ دانسته و مدعی شده اجرای تدبیر نخبگان از سوی این امام جا ذلت سودی برای وی و دین اسلام در پی نداشت. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی گفته است وجود تنوع قومیتی و مذاهب در کشور ما فرصتی است که باید از آن استفاده کرد در همین راستا امام جمعه رفسنجان گفته فرقه بهاییت کارهای زیادی در شهرمان انجام داده است و خواسته به حق مردم این است که آنها اخراج شوند علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت کسانی که به مذاهب دیگران اهانت کنند حتی در لباس روحانیت دشمنان مردم و اسلام هستند. آقای یونسی افزود اگر کسانی بین شیعه و سنی اختلاف و کینه ایجاد کنند از نظر ما مزدور آمریکا و سهیونیست قلمداد می شوند. وی اضافه کرد قانون اساسی جمهوری اسلامی روح الله خمینی و علی خامنه ای استراتژی نظام را وحدت تدوین کردند و همه باید تابع آن باشیم یونسی افزود بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ کس به دلیل انتصاب به مذاهب و اقوام نباید از حقی محروم شود و ملاک عمل همه ما باید این نامه باشد دستیار ویژه رئیس جمهوری اظهار کرد در کشور ما هیچ کس به دلیل وابستگی به یک قوم و مذهب بر دیگری برتری نداشته و اگر اولویت هایی در برخی جاها ایجاد می شود اقدامی غلط بوده که ربطی به جمهوری اسلامی ندارد. وی اضافه کرد وجود تنوع قومیتی و مذاهب در کشور ما فرصتی است که باید از آن استفاده کرد. دستیار ویژه رئیس جمهوری اظهار کرد باید از این فرصت برای توسعه و پیشرفت کشور خود استفاده کنیم. سخنان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و وعده های روحانی درباره حقوق شهروندان ایرانی در حالی است که اجهاف بر اقلیت ها همچنان ادامه دارد. در این خصوص پس از آنکه روز گذشته رسانه های کار در اقدامی هماهنگ خواستار تخریب خانه های بهاییان شده بودند این بار هم عباس رمزانی پور امام جمعه شهر رفسنجان با نجس خواندن بهاییان خواستار اخراج آنها از این شهر شده است رمزانی پور گفته بر اساس فتوای مراجع تقلید شیعه بهاییان نجس بوده و از آنجا که آنها برنامه های زیادی در رفسنجان به وجود آوردند مردم خواهان اخراجشان از این شهر هستند. این روحانی محافظ کار همچنین اعلام کرده که خرید و فروش با بهاییان نیز حرام است. اظهارات امام جمعه رفسنجان پس از برپایی تجمعی در اعتراض به اقدام بهاییان در تعطیلی مغازه های خود به مناسبت تولد دوتن از رهبرانشان در روزهای اول و دوم محرم امسال ایراد شده است. این تجمع هفته گذشته مقابل فرمانداری رفسنجان و به بهانه توهین بهایی به امام سوم شیعیان برگزار شده بود. هشتم مرداد ماه سال گذشته نیز فتوایی از علی خامنه ای مبنی بر جایز نبودن معاشرت با بهاییان منتشر شده بود که در آن زمان بازتاب های گسترده ای داشت. محمد تقی مصباح یزدی نیز حقوق شهروندی به معنای برابری بهاییان و یهودیان با مسلمان را خلاف اسلام و قانون اساسی دانسته است. بهاییان در شرایطی تحت فشارهای حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند که صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی مدعی شده در این نظام با کسی به صرف بهایی بودند برخورد نمی شود. برورت های اولیه سازمان هواشناسی ملل متحد نشان میداد سال جاری میلادی گرمترین سالی است که جهان از آغاز ثبت دما تا کنون پشت سر گذاشته است میشل جارو دبیر کل سازمان هواشناسی ملل متحد گفته اطلاعات ثبت شده برای سال 2014 با انتظاراتی که درباره پدیده تغییرات آب و هوایی داشته ایم همخوانی دارد آقای جارو درباره خطر سیل، بارانهای سیلابی و دمای بالای مناطق وسیعی از اقیانوس خوشدار داده و گفته است نمیتوان برای حل مشکل گرمایش زمین معطل کرد. سازمان ملل متحد پیش از این نیز چندین بار از کشورهای مختلف خواست متحد شوند که با اقداماتی حجم تولید گازهای گلخانه ای را پایین بیاورند. یک سخنگوی دولت افغانستان گفت این کشور در صدد اعزام هیئتی به ایران است در مورد تمدید ویزای موقت مهاجران افغان با مقامات ایرانی گفتگو کند. دولت افغانستان میگوید 760 هزار مهاجر ثبت نشده افغان در ایران وجود دارند. به گفته جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی دولت افغانستان ویزای موقت این افراد تا 20 روز دیگر پایان می‌یابد و این به معنای خطر اخراج این مهاجران است وزارت امور خارجه ایران تا کنون از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است. از سال 2002 به این سو اداره مهاجران سازمان ملل متحد بیش از 900 هزار افغان را از ایران به کشورشان بازگرداند و انتظار می رود که 20 هزار مهاجر افغان به طور داوطلبانه به افغانستان بازگردند. مقامات راه و ترابری ایران ادعای برخی از روزنامه های ترکیه مبنی بر بسته شدن مرز ایران برای روی کامیون های ترک را رد کردند. اختلاف تهران و آنکارا بر سر عقص عوارز از کامیون های ترانزیت هفته هاست باعث اخلال در مسیر ترانزیتی دو کشور شده است. به نام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد. روز دوشنبه چند روزنامه ترکیه خبر از بسته شدن ناگهانی مرز ایران برای کامین های ترکیه رو دادن و عنوان کردن که با بسته شدن مرز ایران برای کامین های ترکیه یک صف 20 کیلومتری از این کامین ها پشت مرز ایران ایجاد شده خبر نگران کننده بود به ویژه برای کامین های ترانزیتی ترکیه که در مسیر ایران تردد میکردن اما در واکنش به این خبر بلافاصله داوود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در مسابقه با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا صحت این خبر را رد کرد و گفت که بسته شدن مرز ایران بر روی کامینهای ترک شایعی بیش نیست او گفت ما به تمامی رانندگان ترک با روی خوش خوش آمد میگوییم و اعلام میکنیم که مرز ایران بر روی همه آنها و بقیه شهروندان ترکیه باز هستش کشاورزیان در مورد ایجاد صف طولانی کامین های ترک پشت مرز ایران هم گفت که دلیل این هم این هست که برای جلوگیری از تردد کامیون ها با باک خالی و احیانان قاچاق سوخت از ایران ترکیه پیشنهاد پلمپ باک کامین ها رو داده بود اما وقتی ما از روز دوشنبه اول دسامبر اقدام به این کار کردیم متوجه شدیم که بسیاری از کامین های ترکیه یا سوخت لازم رو ندارن یا آماده پلمپ گذاری نیستند. او گفت برای پلمپ باک این کامین ها نیاز به ابزار و ادوات خاص خودش هست و وقتی شرایط و ابزار این کار نباشه طبیعتاً این مشکل به وجود میاد هفته آس موضوع تردد کامین های ترانزیتی ایران و ترکیه و میزان عوارز دریافتی از این کامین ها به محل بحث و اختلاف میان مقامات گمرکی دو کشور تبدیل شده مقامات گمرک ایران معتقدند کامین های ترک از سوخت ارزان قیمت ایران استفاده می کنن و احیانا هنگام خروج از ایران اقدام به قاچاق سوخت می کنن. بنابراین اونها عوارضی رو برای تردد این کامین ها در نظر گرفتن موضوعی که با اعتراض ترکیه روبرو شد و از مقامات گمرک ایران اونها درخواست کردند که با پلمپ باک کامین های ترک اجازه تهیه سوخت از ایران یا احیانا قاچاق سوخت رو به این کامین ها ندن. اما مقامات گمرک ایران میگن نسبت به پلمپ باک کامین ها نظر مساعدی ندارن چرا که این روش زمانبر و باعث کندی در رفت و آمد خواهد شد روز گذشتم کشاورزیان معاون وزیر راه و ترابری ایران مجددا با نارضایتی از بعض پیش آمده گفت که پلمپ باک کامین ها یک تجربه شکست خورده هستش و امیدوار هستیم ترکیه و ایران تصمیمی بگیرند که به نفع ناوگان باربری دو کشور باشه در پی بروز اختلاف در زمینه عغز عوارض گمرکی میان دو کشور از سه پیشنهاد کاهش قیمت سوخت برقراری شرایط صفر صفر مرزی و پلومپ باک کامین ها ترکیه شرط پلومپ باک کامین ها رو همراه با حذف ما تفاوت سوخت رو پذیرفته اسد الله رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه از وجود پنج مشکل در روابط اقتصادی تهران و مسکو خبر داده و از مقامهای روس به خاطر کمکاری ها در رفع این مشکلات انتقاد کرده است به گفته وی روس ها به دنبال خرید کالا از ایران با دلار نیستند و میخواهند خریدهای خود را با روبل انجام دهند که در این میان باید مسئله مالی تضمین شود این مقام بازرگانی همچنین از عدم حمل و نقل هوایی مناسب از ایران به روسیه و صدور روادید به عنوان مشکلات موجود نام برد و گفت تلاش های اتاق ایران و روسیه برای حل و فصل این مشکلات تا کنون به نتیجه نرسیده است جمهوری اسلامی ایران و روسیه برای کم کردن تاثیر تحریم های بین همکاری های مشترک اقتصادی تازه ای را آغاز کردند اما تهران از روند این همکاری ها راضی نیست با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. دعوت می بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله فاصله پس از خبر پخش می شود. همراه با همکارانم در گروه خبر شب و روز خوبی را برای شما آرزو می‌کنم.